مروری بر مهمترین رویدادهای ورزشی سال 2017، سالی که با دبل رئال مادرید در چمپیونز لیگ همراه بود. شاگردان زیدان برای دومین سال متوالی فاتح لیگ قهرمانان اروپا شدند. کهکشانی‌ها در فینال 4-1 یوونتوس را شکست دادند تا برای 12th بار بر قله اروپا بایستند. تنیس و کامبک‌های بزرگ. راجر فدرر در فینال اوپن استرالیا مقابل رافائل نادال به برتری رسید. شبیه افسانه است بازگشت به این شیوه. سرنا ویلیامز در حالی فاتح مسابقات تنیس اوپن استرالیا شد که 3 نخست دوران حاملگی خود را سپری می کرد. او سپس برای مادر شدن وقفه‌ای در فعالیت حرفه‌ایش ایجاد کرد. و اما رافائل نادال، او برای 10th بار در اوپن فرانسه به قهرمانی رسید. دو میدانی و پایان افسانه‌ای به نام اوسین بولت، دونده سرشناس جامائیکایی در فینال 200 متر قهرمانی جهان در لندن برخلاف همیشه در جایگاه 3 ایستاد. این برای نخستین بار است که هنگام مسابقه پاهایم درد می کند. وقت رفتن است. در فرمول 1 لوئیس همیلتون برای 4th بار به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. راننده بریتانیایی مرسدس با شکستن رکورد مایکل شوماخر در رقابت‌های تعیین خط نیز به افتخار آفرینی خود ادامه داد. در لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا، لبرون جیمز و شوالیه‌های کلیولند با برتری مقابل گلدن استیت عنوان قهرمانی NBA را از آن خود کردند. در فینال لیگ ملی فوتبال آمریکایی ملقب به سوپر بول، تیم نیو انگلند پاتریوتس پس از آنکه 25 امتیاز در کوارتر سوم از آتلانتا فالکونز عقب افتاد، در یک کامبک تاریخی نتیجه را عوض کرد و در پایان 34-28 حریف خود را شکست داد. اعتراض به تبعیض نژادی در آمریکا به سبک کالین کاپرنیک با استقبال تعداد زیادی از بازیکنان و تیم‌های حاضر در NFL روبرو شد. سرخیو گارسیای اسپانیایی موفق شد تورنمنت معتبر گلف آگوستا را فتح کند. او با 3 در اوپن آمریکا به تاریخ پیوست. بازداشت و محاکمه تایگر وود، مرد شماره 1 اسبق جهان به دلیل مصرف مواد دارویی و حالت غیرعادی هنگام رانندگی. او حالا پس از پشت سر گذاشتن دورانی سخت به زمین گلف بازگشته. اما کریستوفر فروم بریتانیایی به عنوان نخستین رکابزنی معرفی شد که پس از 39 سال 2 مهم دوچرخ سواری سال، یعنی تور دو فرانس و وولتا را فتح کرد. اما در ماه دسامبر خبرهایی مبنی بر مثبت بودن آزمایش دوپینگش در جریان تور دوچرخ سواری اسپانیا منتشر شد. اما مهمترین رسوایی دوپینگ دامن روسیه را گرفت. کمیته المپیک روسیه از سوی کمیسیون اجرایی کمیته بین المللی المپیک تعلیق شد. اتهام دوپینگ نظاممند باعث شد این کشور از شرکت در بازی‌های المپیک زمستانی 2018 محروم شود. باشگاه پاری سن ژرمن در تابستان با به خدمت گرفتن نیمار و امباپه، 2 برزیلی و فرانسوی دنیای فوتبال، 400 میلیون یورو هزینه کرد و رکوردی بی سابقه از خود به جای گذاشت. در ایتالیا فرانچسکو توتی پس از 25 فصل بازی با پیراهن روم کفش‌هایش را آویخت، اما در عوض به جمع مربیان اضافه شد. شکست مقابل سوئد و راه نیافتن به رقابت‌های جام جهانی پس از 60 سال فاجعه‌ای بزرگ برای فوتبال ایتالیا بود. تدی رینر جودوکار فرانسوی نشان داد تمام نشدنی است. او 10th عنوان قهرمانی جهان را در مسابقات وزن آزاد به دست آورد. در ماراتون ونیز 6 پیشرو مسیر مسابقه را اشتباه رفتند و سر از جاده‌های کمربندی درآوردند. آنها در نهایت مجبور به بازگشت شدند، اما دستشان از کسب عنوان خالی ماند.